سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم ببینید توی قسمت کد نویسی یه چیزی رو من نگاه کردم من خواستم دوباره کد نویسی رو انجام بدم دیدم که این دیباگ دات لاگ رو تغییر ندادیم چرا چون دیباگ دات لاگ موقعی که حالا کدمون رو بخوایم بیشتر کودمون رو بیشتر بنویسیم دیگه اینجا اینو جواب نمیده ما نمیخوایم دیباگ کنه برامون فقط ما میخوایم متصل باشه به این آن پرست اوکی پس اگه بخوایم متصلش بدیم اینجا می نویسیم می و عرضم به حضورت که این داخلش می نویستم. حالا letter text dot text درسته و یه مقدار براش در نظر می گیرم ورودیش صفر باشه ایندکسش index, صفر باشه خب این وک چیه اینجا من استفاده کردم این برای فراخانی یک متد توی رشته یو آی استفاده می‌کنیم خب حالا چون که ما کارم یو فعلا درسته پس از این اینجا استفاده می‌کنیم خب الان اوکی شد بچه‌ها فقط کاری که باید انجام بدیم چیه این رو دیگه لحظه کامپایل کنه اینایی که نوشتیم خب کاری که باید بکنیم اینه که این کیبورد تستر رو دیگه لازم نداریم گفتیم دیگه برای تست برای تست فقط اضافهش کردیم و پاکش میکنم و همچنان ای بابا چقدر لفتش میده خب توی مین کامرا هم اینجا ارزم به حضورت که باید اسکریپتی که اضافه کرده بودیم همون اسکریپت کیبورد تستر رو پاک کنیم که اینجا خودش نوشته میسینگ یعنی گمش کردم ما اینجا ریموو کامپوننت رو میزنیم میخوایم پاکش کنیم دیگه اون اسکریپتی که بهش اضافه کردیم رو پاک کردیم خب ارزم به حضورتون که اینجا کلیک راست میکنم بچه ها و create رو میزنم و سی شارپ اسکریپت رو اضافه میکنم حالا جایی کلیک نمیکنم که اسمش تغییر نکنه چون میخوام اسمش رو خودم تغییر بدم ارزم به حضورتون که یه توضیح بدم ما الان میخوایم چیکار کنیم دو تا اسکریپت بسازیم یکیش برای مدیریت ورد کانتینر کانتینر هاست و یکی هم برای لتر کانتینر ها اوکی پس یه اسکریپت میسازیم به اسم ورد کانتینر اوکی و اجازه میدیم که اینو بسازه بعد از این هم یه اسکریپت میسازیم به چه اسمی گفتیم برای ورد کانتینر رو آفرین لتر کانتینر اوکی فقط یه چیزی در نظر داشته باشید بچه بدون فاصله لتر اسپیس نه لتر کانتینر چسبیده به هم اوکی خب خیلی خب اول از همه تو اینو بسازه ما نمیذاره حرف هم بزنم خب توی زیر مجموعه ورد کانتینرز کل این ورد کانتینر ها رو انتخاب میکنم و این اسکریپت ورد کانتینر رو میگیرم میکشم توی این قسمت اینسپکتور که به اینها اتچ بشه اوکی خود ورد کانتینرز نه این زیر مجموعه ها درسته بچه ها خب و الان به هر کدوم از اینها اضافه شده خب اینجا روش دوبار کلیک میکنم که اسکریپتمون باز بشه خیلی خب این اسکریپت باز شد ارزم به حضورتون که اول باید یک ارتباطی بین word کانتینر و لتر کانتینر ایجاد کنیم بین این دوتا اسکریپت اینجا یه دونه هدر من بچه ها میسازم خب و به اسم همون چی بود؟ element درسته؟ خیلی خوب و اینجا می چی میگم private letter کانتینر خب الان اون لتر کانتینر چیکار کرده کلاس لتر کانتینر رو متصل کرده درسته بچه ها خیلی خوب و ارزم به حضورتون که اینجا می لتر کانتینرز اوکی بچه ها اینجا لتر کانتینرز رو می خب حالا چیکار میکنیم م... توی متد استارت بچه ها اینجا می لتر کانتینرز ایکوالز یا مساوی حالا مقدارش چی بشه میگیم get ارزم بزرگتون get component children in children اوکی okay. و اینجا میگیم چی letter container اوکی okay. تمام و حالا چیکار میکنم میام پایین میگم میگم initialize اینیشیالایز نه اینیشیالایز خب این یه اینیشیالایز یعنی مقدار دهی ای اولیه این خودم به این اسم نوشتم میتونم هر اسم میتونم به اسم ایوب بسازم خب میخوام چیکار کنم میخوام وقتی که بچه بازیمو پلی میکنم اون حروف یو 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 این هایی که نوشته شده پاک بشه یعنی اینیشیالایز میخوام از این استفاده کنم میام اینجا می نویسم چی ارزم به میگیم پرایوت پرایوت وید اینیت initialize um, این خودش یه چیزی می نویسه خیلی خوب initialize خب حالا توی initialize میگم چی؟ میگم letter containers اوکی ام. یا نه اجازه بدید ما یه فور تعریف کنم بچه ها اینم بهتون بگم فور همون حلقه است خب اگه فور رو بنویسید و تب رو دوبار بزنید خودش دستور فور رو کامل اینجا برای ما می نویسه درسته فقط اینجا من این رو می نویسم letter containers dot length اوکی خب حالا داخل خود دستور ارزم بزرگتون فور for می نویسم letter containers مقدارش میشه چی؟ letter containers میشه همون i درسته i مقدارش چیه؟ صفره i کوچکتر از letter containers حالا بعد i++ یعنی یه دونه دیگه بهش اضافه کنی حلقه سه باید تکرار بشه درسته خب dot initialize دات اینیشیالایز بله این اینیشیالایز نوشتنش خیلی درد سر خب حالا میبینیم که زیرش خط کشیده یعنی چی یعنی اینیشیالایز رو نمیشناسه حالا میریم که خود اینیشیالایز رو تعریف کنیم برای همین چیکار میکنم اینکه بخوام مستقیم دسترسی داشته باشم به اسکریپت لتر کانتینر روی این قسمت ببینید کلاس لتر کانتینر اینجا کنترل پایین نگه میدارم یک بار کلیک میکنم وارد لیتر کانتینر میشه درسته بچه ها خب خیلی خوب حالا اینجا چی کار میکنم؟ اول اینجا من یه کتابخانه تکسمش پرو رو به اینجا اضافه میکنم چون میخوام از همون تکسمش پرو استفاده کنم میگم using tm پرو اوکی خیلی خوب اینجا یه هدر میخوام تعریف کنم بچه ها خب به اسم چی؟ به اسم همون elements درسته؟ خیلی خوب اینجا میگم چی؟ میگم serial فیلد؟ failed سریالیز فیلد بله پرایویت م... پرایویت خب تکست مش پرو اسم همون لتر قرار میدم اینجا چی بود؟ اینجا همون علمانی بود که اضافه میشد توی قسمت اینسپکتور درسته؟ گفتیم خب اینجا اسمش رو میتونیم خودمون قرار بدیم اون هر اسمی که میخوایم. نوع تکست مش پرو میخوایم باشه و اسمش رو هم لتر قرار دادیم دیگه درسته؟ خب و حالا چی کار میکنیم؟ میام اینجا اینیشیالایز رو میخوام تعریف کنم می نویسم چی می نویسم پابلیک این بار وید حالا میگم چرا پابلیک شد اینیشیالایز ای بابا خب <تصفح> و اینیشیالایز و این هم به این حالت خب خب من چرا بچه از پابلیک اینجا استفاده کردم برای اینکه رفرنس بدیم به یه اسکریپت دیگه وقتی که توی مثلا اسکریپت لتر کانتینر میخوام اسک... رفرنس بدم به یه اسکریپت دیگه باید از پابلیک متد پاب... از پابلیک استفاده کنم که اجازه بدم این در دسترس باشه که بتونه استفاده کنه اما پرایوت وقتی باشه رفرنس برای خود همون اسکریپته یعنی مثلا از اینجا رفرنس بدم مثلا به اینجا خب ولی وقتی که پابلیکه یعنی میتونم توی قسمت ور کانتینر این رو هم رفرنس بدم اما رفرنس فکر کنم اینیشیالایز اونجا چه جوری نوشتیم اینیشیالایز اینجا درسته اینیشیالایز الان اوکی okay شد خب اینو اشتباه نوشته بودم خب الان اینجا هم رفرنس باید داده بشود ببینید یه دونه رفرنس اضافه شد درسته خب الان کاری که انجام میدم چیه اینجا مینویسم letter text نه letter dot text مقداری که براش در نظر میگیریم خالیه و میبندم این رو لتر همون حرفیه که اینجا همین لتر اینجاست بچه ها خب دات تکس دیگه خب اوکی برابر چیه مقدار اولیش هیچی یعنی میخوام خالی باشه این رو زخیره میکنم خیلی خب الان بچه ها یه بار من اول برم توی پریفابز اوکی اینجا لتر کانتینر رو باز میکنم خب ببینید ارزم به حضورتون که خود اسکریپت البته لتر کانتینر رو هم باید به اینجا اضافه کنیم میتونیم اینجا روی اد کامپوننت کلیک کنیم بنویسیم لتر کانتینر درسته به اینجا اضافه میشه و همون المنت لتر همونی که اینجا قرار دادیم درسته بچه ها؟ توی لتر کانتینر ببینید توی المنت و لتر درسته خب اینجا چیکار میکنم این لتری که اینجا مال لتر لتر کانتینر همون پریفاب لتر کانتینر بخ این لتر رو میگیرم میکشم توی این قسمت اضافه میکنم الان چه اتفاقی میفته الان پلی رو میزنم منتظر میشم که پلی بشه و میبینیم که خالی شد این صفحه بچه ها کاملا خالی شد اوکی خب خیلی خوب دوستان پس این کار رو انجام دادیم اینیشیالایز رو تعریف کردیم اینجا کاری کردیم که وقتی که پلی رو میزنیم حروفی اینجا نباشه البته البته ببینید میتونم یه کاری هم بکنم برای که بهتر متوجه بشید اینجا اون مقداری که مثلا اینجا مینویسم فرض مثلا مینویسم ایوب مثلا یه حرفی هم میتونید بذارید می و یه حرف هم باشه مشکلی نیست همون یو. مثلا یو ای اینجا من ای مثلا میذارم ها حالا پلی رو میزنم بچه ها ببینید چه اتفاقی میفته ببین ایوب 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 همه شد ایوب درسته پس مقداری که توی این اینیشیالایز تعریف کردیم رو قرار میده الان چی؟ الان مقدارش رو همون صفر در نظر گرفتم یعنی صفر نه خالی اوکی خالی در نظر گرفتم خیلی خوب دوستان امیدوارم که لذت برده باشید بریم سراغ قسمت بعدی که هنوز خیلی کار داریم